در پنیر یا به لهجه محلی خودمون آب نبات از جمله خوراکی های خوشمزه ایه که میز پذیرایی اکثر مردم نیشابور رو خوش رنگ میکنه. ماده اول آب نبات شکره، فقط مراحل بعدش که آب نبات هر طعم یه طعمی داره، قبل مثلا زرش داخل زده میشه. چاشنی خوشمزه ای که در بین مردم نیشابور طرفداران زیادی داره. برای مصرف روزانه خود از آب نبات استفاده میکنه. به خاطر کیفیتش، طعمش. در حال حاضر 24 کارگاه چرخه آب نبات قضیه نیشابور رو میچرخونه. 57 ساله در این کارم. شغل سنتی پدرم بود و علاقه داشتم. 6 ساله دارم کار میکنم. شکر خدا از کارم راضی هستم. میتونم خرج خودم و خانوادم رو در بیارم. بیش از 14 نوع آب نبات با طعمهای طبیعی همچون هل، زرشک، زنجبیل، پسته‌ای، گل محمدی، پرتقالی و کنجدی در کارگاه‌های آبنبات‌پزی نیشابور تولید می‌شوند. کنجد پس از اینکه بوجاری شده است، خرده‌ای تف می‌دن به اندازه نیاز، لای چاشنی آبنبات می‌زنند. این آبنبات‌های خوشمزه به دو روش سنتی و صنعتی آماده می‌شوند. فرق این دوتا در مقدار جوششه. آبنبات‌های سنتی 121 درجه دما سانتیگراد داره. آبنبات‌های صنعتی به خاطری که از چرخ برقی بخواد رد بشه 24 درجه. حالت سنتیش فقط در نیشابور انجام میشه. این چاشنی و محصول خوشمزه در سبد سوغات نیشابور هم جایگاه خاصی داره. هر وقت میخوام برم دیدن دوستام تو شهرهای دیگه، معمولا براشون نقل آب نبات نیشابور رو میگیرم، چون خیلی طرفدار داره، یکی از بهترین سوغاتی نیشابوره. تولید آب نبات در نیشابور بیش از 70 سال قدمت داره. سالانه بیش از 3000 تن آب نبات در شهرستان نیشابور تولید میشه که در صورت حمایت بیشتر مسئولان این مقدار میتونه افزایش پیدا کنه و اشتغال زایی بیشتری برای جوانان در پی داشته باشه. سعادتی، خبرگزاری صدا و سیما، نیشابور.